سلام، خیلی خیلی خوش اومد به فیتوپیا. من مهتا هستم، پزشک و مربی فیتنس. توی این ویدیو قرار بهتون بگم چجوری به جای 12 ساعت 2 ساعت در روز درس بخونید، ولی بهترین نمره. احتمالاً دیدید که خیلی از آدمایی که دور و برمون هستن یا شاید توی دانشگاه تو مدرسه ساعت مطالعه پایینی دارن، ولی نمره‌هاشون از ما خیلی بهتر میشه. و با توجه به اینکه ما خیلی در روز درس می‌خونیم، 10 ساعت 12 ساعت ساعت مطالعه بالایی داریم، ولی توی امتحانا یا توی آزمون‌ها عملکردمون خیلی خوب نیست و اون آدما با اینکه کمتر درس می‌خونن نمره بهتری می‌گیرن. این داستان چیه؟ یه سری نکته اصلی هست که شما اگه اینا رو رعایت بکنید و این روش‌ها رو به کار ببرید، با ساعت مطالعه خیلی پایین تر میتونید نمره خیلی بالاتری رو بیارید. و اگه این روش ها رو نمیدونستید، برید یه کاغذ و قلم بیارید و بنویسیدشون. اگه بخوایم شروع کنیم، در طول ترم حالا توی هر جایی که هستید یه سری کلاس برگزار میشه، چه توی دانشگاه چه توی مدرسه باشید یک سری کلاس دارید. اگر که شما فعالانه توی اون کلاس گوش کنید به اون چیزی که استادتون داره میگه، معلمتون داره میگه، احتمال این که اون بیشتر توی ذهنتون بمونه خیلی بالاتر میره. و مهمتر از همه این که همیشه معلما یا استادا جاهای مهمو تاکید میکنن توی کلاس. پس اگه شما حواستون نباشه یه کلاس رو نرید، مجبور میشید که توی خونه خودتون خیلی تلاش بکنید که همه مطلب رو حفظ کنید، در حالی که استادتون تاکید کرده که فقط این بخش مهمه یا معلمتون میگه اینجوری سوال میدم. پس حتماً فعالان سر کلاس گوش کنید. دومین نکته اینه که حتماً منابع درستی رو برای اون آزمون انتخاب بکنید. حتماً کمک بگیرید از معلمتون یا استادتون یا حتی کسایی که تجربه اون آزمون رو داشتن، مثل سالبالایی هاتون، همکلاسیاتون، و بپرسید که برای این درس چی بهتر جواب میده. خیلی وقتا ما منبع آزمون درست رو انتخاب نمی‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی حتی توی محیط دانشگاهی برای اینکه نمره خوبی بیارید، لزوماً شما نیاز ندارید برید این کتابای خیلی سخت و سنگین و تکست‌بوک بخونید، به خاطر اینکه خیلی وقتا اساتید از جزوه خودشون امتحان میدن و شما ممکنه که این کتاب رو که اینقدر قطر داره نتونید بخونید، یا حتی نه بخونیدش ولی یادتون نمیمونه همشو و نمیدونید کجاهاش مهمتر بود، در حالی که استادتون سر کلاس تاکید میکنه که این چپتر اینجاش مهمه، یا اینکه اصلا یه سری چیزا رو درس نمیده. معمولا اون چیزایی که درس نمیده توی امتحان نمیاد. پس حتما منابع درستی رو انتخاب بکنید و مشاوره بگیرید که حالا برای این درس چه چیزی بهتره، جزوه بهتره، کتاب کمک آموزش بهتره یا نه حتی رفرنس باید بخونیم. و اینو باید قبل از اینکه شما امتحان داشته باشید، وقتی میرید سر کلاس، بدونید که برای این درس چی لازمه که بخونید. سومین نکته اینه که حتما سعی بکنید چیزایی که حواستون رو پرت میکنن رو از بین ببرید. حالا این چیزا میتونن توی محیط باشن، مثلا شما توی یه جای شلوغ که درس بخونید حواستون پرت میشه، توی محیط خونه درس میخونید حواستون پرت میشه و تمرکز ندارید. پس بهتره که اول از همه فضایی که درس میخونید رو بهتر بکنید. باعث میشه تمرکزتون بالاتر باشه، اون چیزی که میخونید خیلی راحت‌تر یادتون بمونه و کیفیت مطالعه‌تون بالاتر باشه. دومیش میتونه این باشه که گوشیتون کنارتون نباشه موقع درس خوندن. یعنی واقعا خیلی وقتا ما 10 ساعت داریم در روز درس میخونیم ولی همش فکرمون یه جای دیگه است. خب اون فکر یه جای دیگه رو باید از بین ببریم. حالا این میتونه این باشه که شما گوشیتون کنارتون نباشه، وقتی که یکی بهتون زنگ میزنه یه پیام یا نوتیفیکیشن میاد، این خود شما رو 10 دقیقه 5 دقیقه میبره تا یه جای دیگه و بعد شما که برمیگردید سر درس خوندنتون همش ذهنتون درگیر اونه و اصلا نمیفهمید چی دارید میخونید. پس بهترین کار اینه که این دیستراکشن ها و چیزایی که حواستون پرت میکنه رو از محیط بذارید کنار. یک کار دیگه هم که من همیشه میگفتم این بود که اگه الان مثلا فکر و خیالی میاد توی ذهنتون موقع درس خوندن یه کاری رو دارید انجام میدید، بهتر که یه تیکه کاغذ کنارتون باشه و اونا رو بنویسید و قراری که با خودتون میذارید این باشه که من اول درسمو میخونم و بعد به اینا رسیدگی میکنم. معمولا سه چهار تا اولو که مینویسید دیگه، چون میدونید که حالا بعدا در موردش صحبت میکنید، دیگه چیزی نمیاد به ذهنتون و خیالتون خیلی راحت تر که اونا رو هم فراموش نمیکنید. یه قانونی وجود داره به اسم قانون 20-80. میگه که شما خیلی وقتا 20% مطالب رو که بخونید 80% نتیجه رو میتونید ببینید. یعنی چی؟ یعنی اینم باز همونه، وقتی شما روی 20% اصلی فوکس میکنید، روی 20% اصلی اون درسی که اگه 100 تا فصل داره ممکنه از 20 تا فصلش بیشتر سوال میاد، و اگه شما فقط اون 20 تا فصل رو خونده باشید میتونید نمره 80 به دست بیارید. پس بهترین کاری که میتونید بکنید و هوشمندانه ترین کار اینه که بودجه بندی آزمون رو داشته باشید که از هر فصلی چند تا سوال میاد و شما با خوندن فصل هایی که
تعداد سوال بیشتری دارن یا چیزایی که پایه‌ای‌ترن و بیشتر ازشون سوال میاد، میتونید عملکرد بهتری توی امتحان داشته باشید. یه کار دیگه میتونه خیلی بهتون کمک بکنه، مخصوصا توی محیط دانشگاه. اگه که 3-4 روز مونده به امتحان، شما سعی کنید که تا 3-4 روز قبل از امتحانتون یه دور مطالب خونده باشید و اون 3-4 روز آخر، یا حتی برای ما اینجوری که روز آخر مثلا ساعت 1 امتحان داشتیم، از صبح می‌رفتیم دانشگاه و با بچه‌ها مرور می‌کردیم، و این خیلی کمک می‌کنه، بخاطر اینکه هر کدوم از شما یه تجربه متفاوتی داره، یه سری نکته نوشته، یه سری چیزا براش مهم‌تر بوده، بعضیاتون سر کلاس بودن و میتونن بهتون خیلی کمک بکنن. یعنی همون مرور کردن قبل امتحان با بچه‌ها و با دوستاتون میتونه 3-4 نمره شما رو بالاتر ببره. و ما یه دوست داشتیم که اون همیشه مثلا چیزا خلاصه می‌کرد، بعد شب قبل از امتحان برای ما می‌فرستاد، یا اینکه نه روز امتحان صبحش که میومد با همون مرور می‌کرد نکته‌های مهمو، یا اینکه میگفت مثلا این سوال اومده بوده پارسال و واقعا از همون چیزایی که میگفت سوال میومد. یعنی هم تیمی داشتن و گروهی کار کردن میتونه مزیت‌های خیلی زیادی داشته باشه. همونطور که گفتم، برای درس خوندنتون نیازی نیست تنها باشید، همیشه تنها درس بخونید، تنها کارتون رو انجام بدید. خیلی وقتا میتونید تقسیم بکنید بین همدیگه، و یا نه تقسیم هم نکردید، باز از هر کسی شما میتونید یه نکته جدید یاد بگیرید و همون نکته ممکنه که شما رو توی امتحان کمک کنه. نکته بعدی هم اینه که از چیزایی که باعث میشه شما کارا رو عقب بندازید، درس خوندن رو عقب بندازید، دوری بکنید. یعنی اون 12 ساعتی که قرار درس بخونید، اگه 2 ساعت واقعا مفید درس بخونید، خب خیلی میتونه نتیجه بهتری براتون داشته باشه. به اضافه اینکه از قانون پارکینسون استفاده کنید. قانون پارکینسون میگه شما کاراتون به اندازه زمانی که براش تعیین میکنید طول میکشه. مثلا من برای ضبط این ویدیو میگم من روز سه‌شنبه باید این ویدیو رو ضبط بکنم، ممکنه ضبط کردن این ویدیو که 10 دقیقه است کل روز طول بکشه، چون زمانی براش مشخص نکرد. ولی اگه بیام بگم که من بین ساعت 5 تا 6 بعد این ویدیو رو ضبط بکنم، قاعدتا این باعث میشه که من خیلی سریعتر کارامو انجام بدم، دیگه کش ندم و واقعا توی همون یک ساعت کارامو انجام بدم، که این باعث میشه که خب من توی زمانم خیلی صرفه جویی کردم و واقعا یک ساعته کارم انجام دادم و از بقیه روزم میتونم لذت ببرم. آخرین چیزی هم که میخوام براتون بگم اینه که توی درس خوندن خیلی مهمه که شما بتونید چیزایی که وارد حافظه کوتاه مدتتون میشه رو وارد حافظه بلند مدتتون بکنید، و با روش‌های درست درس خوندن و مرور کردن بتونید اونا رو هم تقویت بکنید، بینشون ارتباط برقرار کنید، و هر چقدر که اینا مرور کردنشون بیشتر باشه به روش درست، خیلی بیشتر توی ذهنتون میمونن، میتونه عملکرد بهتری داشته باشید. حالا این روشه چیه؟ این روش یکیش میتونه این باشه که شما از تست زدن زیاد و زیاد استفاده کنید. هر وقت که نکته جدیدی یاد میگیرید توی تست، اون تست رو علامت دار کنید که سری بعدی برید سراغش. حالا سری بعدی کی هستش؟ بهتر که فواصل مرور کردنتون مثل اسپیس رپتیشن باشه، همونطور که براتون توضیح دادم، 3 روز بعد، 7 روز بعد، 1 ماه بعد. و اگر که یه چارت مشخص بکنید، واقعا توی همون 2-3 ساعتی که در روز ممکنه درس بخونید میتونید خیلی جلوتر باشید، چون واقعا اون چیزایی که دارید استفاده میکنید روشای درست درس خوندن، روشای درست مرور کردن که مطالب رو توی ذهنتون خیلی تثبیت میکنه. پس شما به ساعت مطالعه زیاد احتیاج ندارید، شما برای گرفتن نمره خوب احتیاج دارید درست درس بخونید، توی محیط خوبی بخونید و تمرکزتون خیلی بالا باشه و از روش‌های درست استفاده بکنید. مرسی که با من بودید. اگه روش دیگه شما استفاده می‌کنید، حتما برام بنویسید. برام بنویسید شما چند ساعت در روز درس می‌خونید، و اینکه هر سوالی داری هم بپرسید، من جواب میدم. اگه ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایک بکنید، حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید که ویدیو رو از دست ندید. هر هفته دو تا ویدیو جدید.